تفکیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید، آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم. تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزی.